شما عزیزانی که کانال پخت و پز رو همیشه دنبال میکنید. بنفشه سیف هستم، با یه آموزش دیگه با شما دوستان و همراهان همیشگی خواهم بود. دوستان عزیز، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستان خود معرفی کنید و برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک کنید. زنگوله رو فعال کنید که همیشه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. آموزش شوکو کیک در خدمتتون هستم. 80 گرم کره دمای محیط داریم. داخل کاسه بریزید. کمی نرمش کنید. بعد 60 گرم شکر دانه ریز بهش اضافه کنید. و همینطور 1 گرم نمک. با لیسگ مخلوط کنید تا شکر کاملا در کره حل بشه. شما اگر طعم پرتقالی یا لیمویی دوست دارید میتونید کمی رنده پوست لیمو یا پرتقال بهش اضافه کنید. 40 گرم تخم مرغ رو با 1/4 قاشق چایخوری وانیل مخلوط کنید، هم بزنید و بعد در 2 مرحله به مواد اضافه کنید. ابتدا نصفش رو بریزید، با مفتول کمی هم بزنید. وقتی که مخلوط شد بقیه تخم مرغ رو اضافه کنید. خوب هم بزنید تا کاملا با هم مخلوط بشن. سپس ما 200 گرم آرد و 1/4 قاشق چایخوری بیکینگ پودر داریم. آرد رو کم کم روی مواد علک کنید و بعد با لیسگ مخلوط کنید. چون نوع آرد ها متفاوت هسته، شما باید حتما کم کم اضافه کنید و همینطور که میبینید من 2 قاشق از آردم اضافه آمد. در نهایت کمی خمیر رو با دستتون ورز بدید، خیلی کم، در حد مخلوط شدن باشه. در نهایت با یک خمیر نرم و لطیفی به دست بیارید، روی کاغذ روغنی بذارید، دوباره سطحش کاغذ روغنی بذارید و با بردنه بازش کنید. به قطر 3 میل باشه کافی هستش. اگر میخواین که سطح خمیرتون یک نواخ باز بشه، شما میتونید از این پایه ها استفاده کنید. هر چقدر که قطر خمیرتون میخواین باشه، باید اندازه پایه هم همون اندازه باشه، 3 تا 4 میل باشه. دو طرف خمیر بذارید و با بردنه خوب سطحش رو صاف کنید. بعد خمیر رو باید روی سطحی صاف مثل تخته یا سینی بذارید و به مدت نیم ساعت داخل یخچال استراحت بدید. بعد نیم ساعت شما خمیر رو از یخچال خارج کنید و با کاتر 5 سانتی دایره قالب بزنید. من ابتدا کمی قالب رو داخل آرد کردم و بعد قالب زدم. سینی فر رو کاغذ روغنی بندازید و خمیرهای قالب خورده رو داخلش بچینید. فر رو باید با دمای 170 درجه از قبل روشن کنید. وقتی که
قالب زدید و خمیر آماده شد، میتونید یک ربع دیگه داخل یخچال استراحت بدید و بعد داخل فر بذارید بپزه. زمان پختش هم بین 15 تا 20 دقیقه هستش. بستگی به دمای فرتون داره، تا حدی باید بپزه که زیر شیرینی ها طلایی بشه کافی است. برای تهیه فیلینگ مارشمالو شما ابتدا 5 گرم ژلاتین رو روی یک قاشق غذاخوری آب سرد بپاشید. اجازه بدید کمی خمیری بشه و بعد بنماری کنید. بعد داخل قابلمه کوچک 65 گرم شکر، 25 گرم آب و 50 گرم شربت ذرت یا عسل رو بریزید، روی حرارت بذارید تا به جوش بیاد و شکر کاملا حل بشه. بعد از روی حرارت بردارید و ژلاتین بنماری شده و وانیل رو اضافه کنید. شما میتونید هر اسانس دیگه هم که خواستید اضافه کنید. هم بزنید تا کاملا مخلوط بشه. بعد داخل ظرف دیگه انتقال داده و با هم زن بزنید تا کاملا فرم بگیره. همینطور که داغ هستش باید شما هم بزنید. فقط دقت کنید زیادی نباید هم بخوره و صفر بشه. تا همین اندازه غلظت داشته باشه کافی هستش. بعد داخل قیف پلاستیکی بریزید و روی شیرینی ها پایپ کنید. قیف پلاستیکی رو یک برش کوچولو بزنید و از مارشمالو وسط شیرینی ها پایپ کنید. سرعت عمل داشته باشید، چون اگر صفر بشه دیگه نمیتونید راحت پایپ کنید و کار کردن سخت میشه. بعد یک شیرینی دیگه روش بذارید، کمی فشار بدید تا مارشمالو کمی پخش بشه. همینطور ادامه بدید. برای روکش شکلاتی شوکو کیک شما میتونید از شکلات شیری یا تلخ استفاده کنید. شکلات رو بنماری کنید، 2 یا 3 قاشق روغن نیمه جامد بهش اضافه کنید، بعد هم بزنید تا کاملا مخلوط بشه. یک سیخ چوبی داخل شیرینی فرو کنید و بعد شیرینی رو کاملا داخل شکلات فرو کنید. اضافه شکلات رو حتما بگیرید و بعد روی کاغذ روغنی بذارید تا کاملا شکلات ببنده. در نهایت شما میتونید شیرینی رو هر جوری که مایل بودید تزیین کنید. شوکو کیک یا همان شیرینی شیرین اثر آموزشی هستش که شما عزیزان درخواست داشتید. امیدوارم که این شیرینی رو درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. دعا
دوستان عزیزم، ممنون این ویدیو رو تماشا کردید. شما میتونید بقیه آموزش های ما رو از کانال پخت و پز دنبال کنید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.